بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید شاگردای عزیز خوب و خوش باشین و صحت کامل داشته باشین و روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. قسمی که در جلسه گذشته در جلسه سوم ما شما خوانده بودیم قابلیت تقسیم بر عدد 7. قابلیت تقسیم بر عدد 7 برام تعریف میکنه فردوس جان. شاباش. آفرین. شاباش بچه خوب. خب از این معلوم میشه شاگردای عزیز که تعریف قابلیت تقسیم بر عدد 7 هم ایتان یاد گرفته. بسیار خوب. ما و شما در قابلیت تقسیم بر عدد 7 گفته بودیم که هرگاه رقم یک های یک عدد حذف کنیم او را دو چند بسازیم و از ارقام باقی مانده تفریق کنیم و این عملیه را تا زمانی انجام بدیم که یا باقی مانده ما صفر و یا یکی از مضارب عدد 7 شود. او عدد قابلیت تقسیم بر عدد 7 دارد. بسیار خوب شاگردان عزیز، میایم به ادامه درس ما در جلسه صنف ششم مضمون ریاضی قابلیت تقسیم بر عدد 9 و 10 صفحه 11 و 12 کتابتان و همچنان جلسه 4. فراموش نمیکنین شاگردان که جلسه 4 است. در جلسه 4 ما دو نوع قابلیت تقسیم میخوانیم، یکی قابلیت تقسیم بر عدد 9 و دیگر بر 10. اول از 9 شروع میکنیم. چی گفته بر ما؟ تعریف میکنیم ازش. میگیم هر عددی که مجموع ارقام آن بر 9 پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد نیست بر 9 پوره قابل تقسیم است. قابلیت تقسیم بر 9 مشابه با قابلیت تقسیم بر عدد 3 هستند. قسمی که در درس‌های قبلی کار کردیم. میایم عدد 8,87,966 هست. میبینیم که آیا قابلیت تقسیم بر عدد 9 را دارن ندارن. رقم یک های... خب 8 جمع 7 نوشته میکنیم، جمع 9، جمع 6، جمع 6. مثلا مجموع ارقام میکنیم، هدفش اینه می 8 جمع 7 میشه چند؟ 15. 15 را همراه با 9 جمع کنیم. 4 و 9 را سر 5 و 9 را سر 15 بندازیم میشه 20. 4 اینجا میمونه میشه 24. 24 را همراه 6 جمع میکنیم میشه 30. 30 را همراه 6 جمع کنیم میشه 36. آیا 36 یکی از مضارب عدد 9 نیست؟ بله شاگردای عزیز، 4 9 36 میشه. پس وقتی که مجمع ارقامش 36 شد قابلیت تقسیم بر 9 را داره، پس خود این نیمی عدد هم قابلیت تقسیم بر عدد 9 دارا است. مثال دومش شما کار میکنین شاگردان، به حیث کار صنفی تان کار میکنین در خانه. میاییم سر قابلیت تقسیم بر عدد 10. در قابلیت تقسیم بر عدد 10 چی تعریف کرده؟ گفته هر عددی که رقم مرتبه یک های آن صفر باشد بر 10 پوره قابل تقسیم است. مانند مثال های زید 340 رقم یک هایش چی است؟ صفر. پس قابلیت تقسیم بر عدد 10 داره. 8,360 باز هم رقم یک هایش یک عدد صفر تشکیل داره، پس قابلیت تقسیم بر عدد 10 داره. شما این سوال ها یا این مثال هایی را که اینجا من نوشته کردیم همیشه در کتابچه هایتان حل میکنیم به حیث کار صنفی تان. میاییم به کار خانگی تان شاگردای عزیز، در قابلیت تقسیم بر عدد 9 صفحه 11 کتاب تان. در صفحه 11 کتاب ببینین در قسمت فعالیتش گفته در عداد زیل آن عداد را که بر 9 قابل تقسیم باشند و همچنان اعدادی را که بر 9 قابل تقسیم نباشند به طور جداگانه بنویسید. این نشته میکنین و دو مثالش هم به شکل نمونه تقسیم میکنین. و در صفحه 12 کتابتان قابلیت تقسیم بر عدد 10 هست. قابلیت تقسیم بر عدد 10 هم از خود فعالیت داره. گفته سوال های زیل را به گونه شفاهی جواب دهید تمام شاگردان سهم شوند. یعنی این را برای ما بازی یک اکسام میمانین شاگردان جواب میدین که کدامش قابلیت تقسیم بر 10 داره و کدامش نداره. و در قسمت کار خانگیش گفته سه عدد را بنویسید که بالای 9 پوره قابل تقسیم است. این بود سوالات کار خانگی تان که در کار خانگی کار میکنین و در صورت کدام مشکل داشتین از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس میشین و در جریان میگذارین. وقت خوب و خوش داشته باشین شاگردا. با امید موفقیت تان. الان نگهدار.